خب تو این دفترچه های خاطراتی که شما داشتید، خانم لاله سرخیزان را دشمن خطاب بله. کردید، پیرزن خطاب کردید بله. از طرفی تلفن هایی که به مرحومه می شده و مورد تهدید قرار می گرفته که تو لیاقت آن خانه و آن ماشین و آن زندگی را نداری و اونجا متعلق به من است. اگر قرار باشه که من بوده باشم، پس اجازه بدید قطعایی که کسایی که توی زندان هم هستن قطع کردن رو من بگردم بگیرم، چون اونها هم یک قطعی صورت گرفته، درسته؟ درسته. پس چون من اومدم توی در اثر فشارهای جسمانی روحی، اگر آقای قاضی خود اداره آگاهی یک مسئله میگه خروس میاد اونجا تخم میذاره، پس انتظار نداشته باشی که یه زن بره اونجا تخم شتر مرغ نذاره. شما نمیخواد قتلای دیگر رو گردن بگیرید. شما باید پس من هم نمیخواد تلفن‌های دیگر رو به من نسبت بدید جناب آقای قاضی. نهایتاً اقرار صریح به قتل مرحومه کردید که الان همین لحظه فیلمش برای شما پخش میشه. این اون مرتبه بود اینو من فقط سکوت رو خواهش میکنم. باید گفتش که گفت وای اومدم، وای خدای اومدم، وای خدای اومدم، بالاخره اومدم، وای بالاخره اومدم، بالاخره اومدم، بالاخره اومدم. بدم شد نهایت شد سر منو گرفت، سر منو گرفتش، من اینجور چیز کردم، سرم گرفتم به چامو برداشتم، بدم شد سری خیلی سری بدم شد چامو خانم خدیجه جاهد، بنده که خودم قاضی فرمانده بودم، از این جزئیات کاملی که شما در بازسازی صحنه که فیلمش به طور کامل پخش شد بیان کردی خبر نداشتم، از این جزئیات به این شکل. اگر واقعا شما با صداقت بیان کنی احتمال این که گذشتی بشه اونجور که تو پرونده هست عقب‌تر. اولش نیست، اجازه بدین، اصلا نیاز به فیلم نیست. میخوای من همین الان این فیلمو بازم بازی میکنم؟ بله میخوای من همین الان بازم بازی میکنم. مادر خاله مه سرخیزانم به من گفت هنرپیشه خوبی هستی. خب وقتی به یکی بگن سوفیا لورنی سوفی خوشگلی خوش پرده احساس سوفیا لورنی میکنم، به یکی بگی قاتلی قاتلی فردا میگه آره من کشتم من قاتلم. خیلی خب من گفتم، بازم دارم میگم، بازم بگی ببرم اداره آگاهی میگم من کردم، من کردم. اون یکی رو مال شوهر همون قریشیرانم من کشتم، شوهر اون مزاحم تلفنی قوی دلم من کشتم، بچه نامادری اون حجتی رو هم بچه‌شو من کشتم، همه رو میگم من. اون آقاه قیدی رو من کشتم، همه رو میگم من کشتم، ترورارم میگم من کردم، همه رو میگم من کردم. جناب آقای به قرآن بگی میبرم اداره آگاهی، بازم میگم من کردم. اقرار رو علا انفس هم جایز، یعنی چی؟ وقتی اقرار کردی به ضرر خوده بله من قبول ندارم. قطع میخوایم بگین قبول ندارم، میخوایم بگین اون شب اونجا بودم قبول ندارم، میخوایم بگین که دوبار برای ناصر تریا کردم بله قبول دارم، میخوایم بگین که بچه‌مو سخت کردم بله قبول دارم، میخوایم بگین رابطه نامشروع با ناصر داشتم بله قبول دارم، ولی من بهتون گفتم زوج مبوج خودش میخوند، بهتونم از روز اولم بهتون گفتم. به من چه مربوطه؟ او خودش که 10 سال از من بزرگتر بودش میگفتش که غیر قانونیه. خب من چیکار بکنم؟ مجا رو بذار برای جلسه غیر علنی دیگه. خب دیگه اینقدر تو روزنامه نوشته شده که دیگه ما رو در پرونده به عنوان ادله جور مطرح میکنیم، شما دفاع میکنید. بله خب منم دارم دفاع میکنم. شما خودت نوشتی و اقرار خب. کردی رو داریم. خب منم دارم دلیل میگم، داریم برای خب شما یادآوری میکنیم. بعدش رفتیم اونجا چند بار وارد خونه لاله شدید شما؟ در سال یک بار گاهی موقع شده، دو دفعه هم رفتم تو اون خونه. به چه منظوری؟ با اینکه من خونم خودم کار اصلا نمیکنم، تو خونه خودمون باید برادرم برای من چای بیاره، ولی به خاطر اینکه لاله متوجه نشه که
ناصر تو اون خونه نبوده و مشکلی تو زندگیشون به وجود نیاد، با ناصر میرفتیم تمیز میکردیم، فقط به خاطر اینکه لاله متوجه نشه ناصر جای دیگه زندگی میکنه، به خاطر اینکه ناصر رو دوست داشتم، به خاطر اینکه لاله نیاد داد بزنه با اعصاب ناصر بازی بکنه، به خاطر این رفتم. آره این کارو هم کردم. متهم هم بفهمید. اگر دفاعی ندارید خانم، بقیه جلسه رو فردا صبح ساعت 9 صبح که الان به منزله ابلاغ هست ان شاء الله خواهیم شنید. علنی بله آخرین دفعه. یک شنبه از نقطه نظر تاکتیکی 2381 بگیرم بر پاتوناسه نکن بهت میگم نگیرم حالا یه ذره ساعت چنده ناسه ساعت چنده ساعت چنده ناسه ناسه ساعت چنده خرس من رو روشن کن ناسه خرس من رو روشن کن ناسه اسپانیا ناسه اسپانیایی که باشن که خرسا همون جور که عرض کردم در سر ناسه نمیگیرم بابا نگرفت خرسا من روشن که من نگرفتم خرسا من رو روشن از مذرت این بار آقای کافر چرا؟ چرا آخه؟ گفتم به تیمش هست و با ستارگان لج بازی میکنی؟ این بازیکن از بقیه چرا اونجوری پرد میکنی خرسا منو؟ مربی این تیمش قهرمانی؟ خوشحالم این همه برای دعا خوندم البته بچه ها زحمت کشیدن خود شما ها چی پس؟ شما ها چی پس؟ شما ها چی پس؟ حقشونو گرفتن شکر خدا بچه ها زحمت کشیدن خب الحمدلله آقا ناصر آب میوه تو بخور آقا ناصر اینجاست کجایی؟ میوازم بخور کجا رفتی؟ ببینمت 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 عشق من چیکارم؟ خب مشکلی که اول خوب خیلی گلگی میکنم میگم مثلا من تنها رفتم همش مسافرت تو با من نبودی نتونستی با من باشی یه دو هفته بیشتر با من نبودی این گلگی ها رو من ازش زیاد میکنم میگم که ناصر من همیشه تنها میرم مسافرت من دوست دارم یه مثلا یه هفته تو میذاشتی با هم میرفتیم یه مسافرتی دیگه من اصلا تو رو اما اینا ولی کلن وقتش پره با ورزش وقتش پره مثلا بعد از ظهرها خیلی اتفاق افتاده که من دوست داشتم برم باهاش بیرون خرید کنم ایشون کار داشتن تمرین داشتن مسابقه داشتن که رفت مجبور شده بره اینا مثلا میخوای یه جمعه برسونه همزمان با تمرینش انقدر قر میزنه که من پشیمون میشم از رفتن مهمونی اینا هم هست ولی خب با هم کنار میایم بازم در هر صورت خب اون چی که شنیدید صحبت‌های همسر آقای ناصر محمدخانی بود در مورد نقش همسران مگه گناه من چی که دارو دوست داشتم؟ مگه گناه من چی بود؟ مگه امیده میومدم همیشه دنباله؟
میذاشین تصویرتونم بگیریم. خب باش. حالا شما به عنوان دادرس جدید پرونده درباره نکات مبهمی که توی پرونده بهش برخوردین میخوام برام توضیح بدین. حالا اونجا تو معاینه محلی که انجام میشه استناد میشه که یه حوله خیسی در حمام بوده و این احتمال مطرح میشه که قاتل احتمالی استحمام کرده باشه و جنایت هم با حتم ناموس باشه. باز مورد بعدی که تو گزارش پزشکی قانونی هست بر مصرح بودن آزمایش تجسس مایع منی بر روی سوراخ برداشت شده از واژن مقتول. آزمایش مصرح بوده و بعد دو تا مقوله که ایشون باش محکوم شدن، یکیش ادله اثباتی با تحت عنوان اقرار بوده و یکیش هم علم قاضی بوده که حالا در مورد هر کنش هم به نظر من یه سری شک و شبهه‌هایی بوده و نهایتا در مورد اقرار گفتیم اقرار فاقد شرایط قانونیه و بعد برای این 37 جراحتی که وارد شده که باز اینم وقتی که شما با اقرار خود متهمی که الان در پرونده است مقایسه میکنید نوع چاقویی که بیان میکنه شدت و عدتی که میتونه یه خورده با هم تعارض داره. بعد به نظر من مجموعه موارد فوق اصلا امکان قتل توسط یه زن رو منتفی میکنه.